خیلی خوب دوستان، پارت چهارم اینجا یک گزینه داریم به نام Use Density Altitude، در واقع استفاده از ارتفاع از سطح دریا هست برای رطوبت و فشار و دما. وقتی میزنید اون سه تا گزینه بالا کلن غیر فعال میشن و اینجا شما در واقع ارتفاع شما تا سطح از سطح دریا تا اینجا که هستید ارتفاعاتون رو وارد میکنید، اون سه تا رو خودش که در واقع تابعی از ارتفاع شما از سطح دریا هستن تعیین میشن که دقیق نیستش به اون صورت، چون رطوبت و درجه حرارت ممکنه تغییر کنه، همینطور فشار. پس به نظر من اینو قطعش کنید، اگه میخواد خیلی کلی کار کنید این بهتره. خیلی خب، این قسمت میتیو هستش، اینو بزنید همه چیز فیکس میشه. اینجا ببینید درجه حرارت، فشار و در واقع رطوبت شما اگه نتتون وصل باشه سریع وصل میشه، wait for fix که زده سریعا تمام اطلاعات دقیق وارد میشن. خیلی خوب، خارج میشیم از این گزینه، این خیلی دقیق تره. این قسمت اگر به دستگاهی وصلی، دستگاه بادنما یا بادسنج کسترل وارد میشیم، چه مدل دستگاهی دارید؟ کسترل 4x20 یا 5x20 یا دراپ، مدل مختلف هر کدومش دارین اینجا علامت میزنین که کار کنید باش و در واقع نرم افزار کانکت بشه به اون دستگاهی که دارید. خب اوکیش میزنیم، خارج میشیم. حالا فرض کنیم که شما ویده رو به صورت کامل وارد نرم افزار کردید، این قسمت مهمی است، وارد میشید. چینج رایفل این بالا هستش، تغییر دادن تفنگ و فشنگ اینا هستش. ببینید به صورت پیشفرض میتون افزاد کالیبر 108 خود برنامه انتخاب میکنه. این پایین 4 تا گزینه است: add اضافه کردن یه تفنگ جدید، دیلیت خو قدیمی ها رو پاک میکنه، کنسل خو خارج میشه و اوکیش میکنه. add رو میزنیم، ما هر اسمی که میخواین اینجا وارد میکنید. شما مثلا بخواید یه اسم مثلا موزر K98 این اسمش دوربین، قسمت دوربین، متوجه شدی؟ این قسمت دوربین وارد میشیم. نکته اولی که این بالا هستش زیرو دیستنس هستش، فاصله صفر شما، صفر دوربین وارد میکنید. مثلا صفر دوربین شما 100 متر، دوربین تاکتیکال میخواید کالیبره کنید مثلا. این قسمت اسکوپ هایت به سانتی متر هستش. اسکوپ هایت به سانتی متر در واقع مرکز تیوب دوربین تا مرکز لول هستش. چطور این اندازه میگیرید؟ خب با خطکش یا در واقع ابزارهای اندازه گیری، کولیس، اینو دقیق دهنه دوربین اندازه میرید، تقسیم بر دو میکنید، نگه میدارید. فاصله لبه پایینی دوربین تا کف لول، یعنی در واقع روی لول، اندازه میگیرید، جمع میکنید با اون عدد قبلی و قطر لولو تقسیم بر دو میکنید، جمع میکنید با اون دو تا عدد قبلی، این عدد به دست میاد. مثلا حالا این 5.5 باشه، 5.5 سانتی متر از مرکز دوربین تا مرکز لول. این ورتیکال کلیک ام او، هوریزونتال کلیک ام او، در واقع ارزش کلیک های ما در تورت برد و تورت سمت هستش. تورت برد و تورت سمت اینجا واحدش هست، ام او آ، یعنی مینی تاف انگل یا همون دقیقه در زاویه، ام راد یا میلی رادیان که در دوربین های نظامی بیشتر استفاده میشه. اینچ، صد یارد، اسم او آ هستش، این قسمت اسم او آ هست میخواین استفاده کنید. اینم سانتی متر در صد متر هستش که من ام او آ رو استفاده میکنم. 25 صدم در واقع همون 1/4 هستش. اگه اینو بزنید 125 هزارم یا 128 بود فکر کنم، این میشه 1/8 MOA که من دوربینم مثلا 25 صدم هستش وارد میکنم. خیلی این قسمت سرچ رتیکل زده، mil.usmc، رتیکلی که خود نرم افزار به صورت پیشفرض داره، mil.usmc هستش که ارتش آمریکا ازش استفاده میکنه و تمام دوربین ها و برند های رتیکل اینجا هستش، میتونید انتخاب کنید. اگه اینجا پیدا نکردید سریع برید تو سرچ رتیکل، اینجا سرچ کنید چه رتیکلی رو میخواید، مثلا زایس. خیلی خوب، زایس زد 1000 رو من انتخاب